از ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این مخالفان دیگر دریافته بودند که شاه قدرت پایداری را از دست داده است، اما تصور نمی کردند که به آسانی میدان را خالی کند. هرچند کسانی چون دکتر علی امینی که او را بهتر می شناختند، بیاد داشتند که شاه تا به بحرانهای دشوار را ندارد. آدم باهوشی بود، با فهم بود، واقعا ضعف کاراکتر داشت. یادم اون که اصلا نمی تونست تصمیم بگیره، چون آدمی بود که در مواقع آرامش ولی ممکن ایدئال بود، ولی به محض اینکه به مشکل برمیخورد خودش میاد که اون که در همون قسمت مصدقه میتاله خودشو باخ و با تراره کرد در این قسمت آخر واقعا ناخوش هم بود خودشو باخ، ولی میدونم در مواقع خب تفاوت با قوام سلطنه این بود که قوام سلطنه و نوع اینا مردانی بودن که در موقع استثنایی واقعا چیز بودن، شهامت داشتن. شاه هم واقعا شاه خیلی خوب در موقع آرامش، به محضی که اشکال برمیخورد پم راحت میشه. از این گذشته به گفته داریوش و همایون، خود شاه از اولین کسانی بود که جنبش ملت را به عنوان انقلاب پذیرفت. شاه در چند ماه آخر جانب انقلابیون را نگه میداشت، طرف انقلاب را گرفته بود. بعد از اینکه گفت من پیام انقلاب شما را شنیدم، در جهت انقلاب حرکت میکرد، هیچ آسیبی به انقلابیون نمیزد، دستگیر نمیکرد اونها رو. به اونها اگه سختگیری میکردن میگفت از خشونت دست بردارید. برعکس خواستهای انقلابیون رو اجرا میکرد. اونها میخواستن فلان حکومت بره، فلان حکومت میرفت، میخواستن کسانی دستگیرشن دستگیر میشدن، میخواستن هر کاری میخواستن از مجاری رسمی انجام میگرفت، توسط دستگاهی انجام میگرفت که هنوز خود شاه بالاش بود. در انقلاب ایران ما با این پدیده خیلی بدی روبرو هستیم که در انقلابات دیگه سابقه نداره، که رهبران خود رژیم از پادشاه و نخست وزیر مدعی رهبری انقلاب بودند و سعی می‌کردند رهبری انقلاب را از دست خمینی بگیرند. درنچه ما با مبارزه با انقلاب روبرو نبودیم، یه مسابقه بود که خب طبعاً خمینی درش می‌برد چون اون اصالت بیشتری داشت. تا 10 روز پیش از اینکه خمینی به ایران بیاد، شاه هنوز در ایران بود و همه کار مطابق میل خمینی در ایران از طریق رسمی می‌شد. کم کم رفتن شاه از حرف به عمل در می آمد و آیت الله خمینی حتی صحبت از مجازات شاه می کرد. این البته در صدد است که فرار کند، ملت ایران باید نگذارن این فرار کند. امکان نداره البته که کسی بتواند سزای عمل این آدم ها بش بده. کسی که 30 و چند ساله بر این ملت تسلط پیدا کرده و کشتار کرده و اونطور کشتار کرده و دزدی کرده و اونطور دزدی کرده و خیانت کرده و اونطور خیانت کرده و جنایت کرده و اونطور جنایت کرده، مگه بشر میتونه که این را به سزای اعمالش برسونه؟ با اینکه در میان اطرافیان شاه صحبت از استقامت و پایداری بود، اما به گفته داریوش و همایون خود شاه تسلیم سرنوشت شده بود. شاه اون 5-6 ماه آخر حکومت هیچ شباهتی به محمد رضا شاه آریامهر نداشت. بیماری گرایش او رو به رها کردن، رفتن، قهر کردن از مردم، و او از مردم قهر کرد. خودش رو مستحق چنین واکنش هایی نمیدید و باور کردنی نبود در آغاز براش. تظاهراتی بر ضدش میشد، وقتی مسلم شد به کلی رها کرد و ترجیح میداد که اصلا نباشه در اون مملکت. و شاید از حدود 7-8 ماه پیش از انقلاب او در صدد رفتن از ایران بود. من اطلاع شخصی دارم که به نزدیکانش گفته بود که زندگی در اروپا بسیار هم خوش خواهد گذشت، و به یکی از نزدیکانش اصرار میکرد که زودتر از ایران بره، چون او نمیخواست شاه رو ترک بکنه، بره و برای شاه جایی پیدا بکنه در خارج. نه هیچ تصمیم دیگه به مقاومت نداشت. بسیاری از نزدیکان شاه نیز به گفته احسان نراقی دریافته بودند که شاه قصد رفتن دارد و نگران بودند. یه روزی من میرفتم پیش شاه، برخوردم به پاکتوان، آدم روشن واردی بود، دست من گرفت گفت میری پیش شاه؟ گفتم آره. گفت نذاریم بره ها، این آدم ترسوی در میره ها، نذاریم بره، این باید بمونه و درست کنه.
میشناخ. بنابراین میلش برفتن بود، میخواست بره اگه میشه از خارج کاری بکنه. کسی که بمونه و تحمل کنه، این جرأت و جسارت داشت که بمونه و تحمل این تغییر بکنه. به گفته ویلیام سالیوان، سفیر وقت امریکا در ایران که مکررن با شاه ملاقات میکرد، شاه میدانست که باید برود، اما نمیتوانست این واقعیت را بپذیرد. I think he made that decision in late December, perhaps about the time when General Azari. فکر میکنم که او این تصمیم را در اواخر دسامبر گرفت، شاید تقریبا در همان موقعی که ارتش بود ازهاری نخست وزیر دولت نظامی دچار حمله قلبی شد و از کار کنارگیری کرد. شاه میدانست که باید از ایران خارج بشود، اما عواقب این کار را نمیتوانست به خودش بقبولاند. مثلا گاهی میگفت به جای ترک ایران شاید بهتر باشد با کشتی خودش به فاصله 5 کیلومتری آبهای مرزی ایران برود و حرفای از این قبیل. او تا چند روز مانده به رفتنش نتوانسته بود خودش را متقاعد بکند که واقعا باید از کشور ببرد و برود. او اینکه منطقا لزوم رفتنش را از مدت پیش درک کرده بود. دودلی های شاه از بابت رفتن و ماندن دلایل متعددی داشت، از جمله اینکه بسیاری از فرماندهان ارتش و در رأس آنها ارتش بود قره‌باغی رئیس ستاد با رفتن او مخالف بودند. با وجود اینکه اعلیحضرت موقع معرفی دولت آقای بختیار گفته بودند که ما ممکن است برای معالجه برویم به خارج، ولی من در تمام مدت می دیدم که بعد از رفتن اعلیحضرت چطور خواهد شد و همیشه مخالف بودم. در کتابم نوشتم و با فرماندهان هم صحبت کرده بودیم، قرار گذاشته بودیم. با وجود این صحبت ها، با وجود تمام فشارات اخبار که می گفتن، گفته قرار گذاشته بودیم که هر دفعه که کس می رود استدعا بکنند که از رفتن صرف نظر ببرد. خودشون در کتاب نوشتن، حضرت در کتاب خودشون نوشتن که فرماندهان از من می خواستن که نروم و می گفتن اگر شما رفتید آرتش متلاشی. اردشیر زاهدی هم که از معدود نزدیکان مورد اعتماد شاه در آن روزها بود، به او توصیه می کرد که در ایران بماند. من مخالف تشفرمایی اعلیحضرت به خارج از ایران بودم و معتقد هستم که اگر اعلیحضرت از ایران خارج نمی شدن و از به این بدبختی که امروز مملکتمون رسیده نمی رسید، آرتشمون نابود نمی شد و آرتش می تونست که صلح و آرامش رو در مملکت برقرار کنه و ایشون مسلماً نباید تشفرمایی بودن. اما شاه برای نظر امریکا اهمیت زیادی قائل بود و به طوری که ارتش بود قره‌باغی میگوید، امریکا دیگر صلاح نمیدانست که شاه در ایران بماند. در یکی از جلساتی که من به حضور اعلیحضرت رسیدم، وقتی بعد از رئیس ستاد شدن و بهشون عرض کردم در مورد خروجشون که اگر از مملکت خارج بشوید اعلیحضرت در مورد کشور جان نثار عرضی نمیکنم چون خود اعلیحضرت بهتر اطلاع دارید، ولی در مورد آرتش که فعلا مسئولیتش رو به عهده من واگذار کردید، اگر دلزه تشفرید بعض آرتش به این منوال نخواهد بود با توجه به این بحران، چون مسافرت مسافرت عادی نیست و من استدعا میکنم که علزت از مسافرت صرف نظر بفرمایید. برگشتن به من فهمدیم که چی میگید؟ الان سفیر امریکا با ژنرال هایزر اینجا بودن و از من ساعت و روز حرکتم رو میخواستن. سرانجام شاه را پای رفتن بود، اما جای رفتن نبود و در اینجا بود که به گفته داریوش و همایون شاه پشیمان شده بود که چرا گذاشت کار به اینجا بکشد. وقتی که همیلتون جوردن رفته بود به دیدارش و گفته بود که هیچ کشوری جز مصر حاضر به پذیرفتنش نیست، چون مکزیکی هم رد کرده بودن و امریکایی هم میخواستن ردش کنن، و اون موقع به همیلتون جنرال گفته بود که شاید من اشتباه کردم و ایران ارزش دفاع داشت، ولی قبل از اون تا وقتی امیدوار بود که میتوانه در خارج آسوده زندگی بکنه هیچ وقت به فکر مقاومت نیفتاد. به نظرم میرسه که در اون ماهای آخر، هفته های آخر، اندیشه غالب بر او این بود که بگذاریم مردم بیفتند و ببینند سزای خیش. کار پیدا کردن جا برای رفتن شاه را اردشیر زاهدی به عهده داشت. من با تشفرمایشون به امریکا مخالف بودم و به همین دلیل با پرزیدنت سادات در اون 48 ساعتی که در ایران بودم قبل از حرکتم و با اعلیحضرت حسین و همینطور با اعلیحضرت حسن پادشاه مراکش تماس گرفتم و اونها با نهایت مردانگی اعلیحضرت دعوت کردند و روی این است بود که
خوشبختانه علازت اول به مصر که سادات واقعا مردانگی بی نهایت از خودش نشون داد و همینطور پادشاه علازت ملک حسن که در پذیرایی این دو فرد نسبت به علازت فکر میکنم که اگر اونها به ما آمده بودن مهمان ما می بودن اینقدر که اونها از ما پذیرایی کردن ما نمیکردیم. از کارهایی که پیش از عزیمت شاه باید انجام میشد تشکیل شورای سلطنت بود که درباره ترکیب آن دولت، شاه و مشاورانش نظرات مختلفی داشتند. دکتر علی امینی یکی از کسانی بود که برای عضویت در این شورا دعوت شده بود. بله، جمع بودیم. من پیشنهاد کردم که مطابق ماده قانون اساسی شما مختارید که هر کسی دور خود انتخاب بکنید در موقع سفر. الزام ندارید که رئیس مثلا فرض کنید ستاد باشه، این باشه، اون باشه. گفت که بله، نخست وزیر اینجور میخوام. گفتم خیلی خوب، ایشون مسئولن، خب نظریشون در این مورد صاحبه. خب همکارم شد و جلوان تلفن که آمدن و وقتی بلند شدیم به شاه گفتم که خب من و صدیقی که میریم. شاه هم گفت که خب آقای صدیقی شما چرا قبول نمی کنید؟ گفت من گفتم در صورتی میام که شما باشید، در شما خود برید و نیست. به من گفت برای من آدم اکتیفی هستم جز شورای سلطنت نمیتونم بگم، برای من درم آمد بیچار سادم در. گفتم که خب امیدوارم شما در جای اروپا ببینیم. گفتم آخه همینجا ان شاء الله برمیگردید هم گرد میبینیم. خب سریعا ما رفتیم و آقایون موندن. بالاخره رفتن شاه قطعی شد، ترتیبات سفر انجام گرفت و وقت خداحافظی ها رسید. ویلیام سالیوان سفیر امریکا دیدار آخرش را با شاه اینطور توصیف میکند: I do remember a rather poignant farewell, shaking his hand at the بیاد دارم که خداحافظی غم‌انگیزی بود. دم در دست او را فشردم. هم من می دانستم و هم خودش می دانست که دیگر هیچ وقت بر نخواهد گشت. اما هر دومون این طور وانمود کردیم که دارد برای یک تعطیلات کوتاه مدت از کشور خارج می شود. روز حرکت 26 دی ماه بود. یکی از کسانی که برای مشایعت شاه به فرودگاه آمده بودند ارتش بود قره‌باغی بود. وقتی که از هلیکوپتر پیاده شدن من ادای احترام کردم، بلا فاصله تشکر بردن پاویون سلطنتی. سپه بود بدری که همراه اعلیحضرت بود، اون فرمانی رو که قرار بود توشیح بکنن اون فرمان رو به من داد. وقتی داد دو چیز ازش سوال کردم، یکیش راضی به فرمان، گفتم توشیحت؟ گفت نه امضا نکردن. دوم راجع به ارتباط سوال کردم که چطور شد مجدداً سوال کردید که ما ارتباطمون با اعلیحضرت، چون مسئول برقراری ارتباط معمولاً گارد شاهنشاهی بود. گفت که بله سوال کردم، فرمودن لازم نیست. چون این دوتا مسئله خیلی مهم بود، اون مسئله راجع به حفظ انضباط بود، فرمان چه داده بودیم که اعلیحضرت امضا بکنه، و همینطور ارتباط، من معطل نکردم. بلا فاصله که علازت رفتم تو پاویون سلطنتی، من به وسیله پیشخدمت مخصوص اجازه گرفتم که فوری برم حضورشون و پذیرفتم. بلا فاصله رفتم تو و صحبت کردیم راجب دو مرتبه، راجب اون بخشنامه‌ای که میخواستن امضا بکنن، راجب درد از مسافرت، علت تشریح علت مسافرتشون، و امر بکنن به ارتش که در مدت غیبتشون حفظ انضباط بکنن به علت فرار افسرها در اصدارا سربازا. برای آخرین بار فهمدن چه حالا شما فکر میکنید که واقعا لازمه؟ ارستم چون با توجه به وضع روحی افسرها و تعداد غایبی و فراری ها و این اوضاع احوال، من فکر میکنم که ضرورت داره که امضا بفرمایید. بالاخره گرفتم با همین مداد خود من، همین مداد شلان هم جیبمه، با این مداد امضا کرد، دادن به من، و بعد خودشون صحبت فرمودن که راه حل مملکت سیاسیه و از دولت پشتیبانی بشود که راه حل سیاسی پیدا بکنه، و تاکید کردن که مواظب باشید که مبادا فرماندهان یه وقت دیوانگی بکنن. منظورشون این بود که یه وقت نیروی هوایی یا نیروی دیگری خودش بدون اجازه ستاد، بدون اطلاع ما، یه حرکتی ازش سر نزنه. وقتی اینو که گفتن ازشون صدا کردم که خب در مورد ارتباط
که مثل اینکه دستور اجازه نفرموده که ارتباط برقرار بشه. فهمیدم بعد ارشدم چه خورم اگر گزارش ضروری باشه و که باید به عرض برسه پس چیکار بکنیم؟ فهمیدم چه گزارشی چه چیزی از پاویون اختصاصی آمدن بیرون رفتن در داخل مشایعت کنندگان و بعد که نخست وزیر همراه رئیس مجلس با هلیکوپتر از مجلس آمدن که مجلس شورای ملی رأی اعتماد داده بود آمدن فرودگاه، بلافاصله آمدن حضور اعلیحضرت که گفتن که بله مجلس رأی اعتماد داد، که اعلیحضرت خودشان مسافرتش بردن که با همه خداحافظی کردن و با من هم خداحافظی کردن، داشت بردن بالای هواپیما و دستشون رو تکون دادن رفتن تو هواپیما. من برای آخرین بار رفتم تو هواپیما و براشون آرزوی سلامتی کردم، مجدداً آمدم باید و هواپیما حرکت کردم. خود شاه بعدها در مصاحبه‌ای با یک خبرنگار خارجی از حالت غم‌انگیز خداحافظی آن روز در فرودگاه یاد کرده بود. I didn't make any dramatic gesture like some of either contemporaries or before in history. من از اون واکنش‌های نشان ندادم که بعضی از شخصیت‌های معاصر یا تاریخ گذشته از خود نشان دادند، اما شدیداً متأثر شده بودم از حالت این همه افسران جا افتاده و با قدرت که مثل بچه‌های کوچک گریه می‌کردند، به طوری که نمی‌توانستم چیزی بگویم، صدا از گلویم در نمی‌آمد. تا وقتی که هواپیمای شاه فرودگاه مهرآباد را ترک کرد، فقط اطرافیان و نزدیکان او از ماجرا اطلاع داشتند. مردم خبر رفتن او را ساعتی بعد از اخبار ظهر رادیو تهران شنیدند. ساعت 13:08 بعد از ظهر آنچنان که رادیوها و مطبوعات جهان آن روز خبر دادند، به مجرد شنیدن خبر رفتن شاه، مردم به خیابانها ریختند. شاه ایران که بامداد امروز بی خبر از کشور خارج شد، اکنون در مصر است. موقع حرکت او را تا آخرین لحظه از مردم پنهان کردند و تا آن موقع تردیدهایی درباره رفتن او و اینکه چه وقت خواهد رفت وجود داشت. در فرودگاه تشریفات معمولی و مختصری برگزار شد و مصاحبه مطبوعاتی مورد انتظار او صورت نگرفت. شاه همینقدر گفت که خسته است و برای معالجه کشور را ترک می کند و از پاسخ به این پرسش که کی باز خواهد گشت خودداری نمود و گفت که این بستگی به وضع مزاجیش خواهد داشت. خبرنگاران میگویند که شاه در حالی که از پله‌های هواپیمای شخصی خود بالا می‌رفت گریه می‌کرد و خودش هواپیما را تا اسوان خلبانی نمود و در آنجا انور السادات و رهبران دیگر مصر از او استقبال کردند. اندکی پیش از رفتن شاه، مجلس شورای ملی برنامه دولت دکتر بختیار را با اکثریت 149 رأی موافق در برابر 43 رأی مخالف تصویب کرد. دکتر بختیار در پارلمان گفت که هیچ دولتی نمیتواند مسائل کشور را در ظرف چند روز حل کند و تقاضای مهلت کرد.
و نیز گفت که پیشوایان مذهبی باید از دخالت در سیاست خودداری کنند و وظیفه آنها این است که به دولت و مردم الهام و ارشاد بخشند. به محض اینکه خبر رفتن شاه در تهران پخش شد، صحنه‌های وجد و سرور برپا گردید و هزاران نفر وارد خیابان‌ها شدند و می‌خواندند و می‌رقصیدند و بوق‌های اتومبیل‌های خود را به صدا در می‌آوردند. و این صحنه‌ها در بسیاری از شهرها و قصبات دیگر در سراسر کشور منعکس گردید. و سربازان به کناری ایستاده بودند و بعضی از آنها در ابراز وجد و سرور به مردم می پیوستند. آیت الله خمینی از پاریس از تحولات اخیر ابراز خوشنودی نموده، ولی گفته است که رفتن شاه فقط قدم اول می باشد و هدف پایان دادن به تسلط بیگانگان بر ایران است. آیت الله خمینی گفت که در موقع مناسب به ایران باز خواهد گشت، ولی تاریخ مراجعت خود را ذکر نکرد و گفت که قصد او تشکیل یک حکومت موقت است و این حکومت یک مجلس مؤسسان که منتخب ملت باشد برپا خواهد کرد تا قانون اساسی جدیدی برای یک جمهوری اسلامی تدوین و تصویب نماید.